به نظرم بازی یکی از فیلمسازهایی در دنیا که همه امروز در واقع سینمای دنیا خیلی بهش بدهکاره به اسکورسیزیه. این فیلم رو Great Beauty مال دوست من سارنتینو، این هم خیلی دوست داشتم، یه جوری یادآور فیلم های فلینیه برام، دوره دوم فیلم های فلینی. داگمن، این هم یه فیلم در واقع جدیده از سینما ایتالیا که دوست داشتم، خیلی بازی خوبی داشتین هنرپیشه. این یه جوری بیشتر شبیه فیلم های واقع گرای ایتالیا است. این بخش سینما ایتالیا من یکی از فیلم هایی که خیلی رو من تأثیر گذاشته و هرچه زمان میگذره کهنه نمیشه برام، این فیلم دزد دوچرخه است. علیرغم اینکه حتی در اون دورهی که در ایتالیا ساخته شد یه عده‌ای گفتن این یه تصویر سیاهی از ایتالیا میده، ولی به نظر من اینکه روشن‌ترین فیلم‌هایی که ساخته شده به خاطر رابطه زیبایی که بین این پدر و فرزند وجود داره و بین این مرد و همسرش وجود داره، خیلی واقع‌گرایی تاثیرگذاری داره. من کارهای دستیکا رو با دیدن این فیلم شروع کردم و بعد عاشق شدم و هر از مدتی همه فیلماشو دوباره میبینم. از جمله من میتونم بگم که این مهمترین فیلم زندگی منه، یعنی این فیلم روی همه فیلمای من تاثیر گذاشته. این فیلم اینقدر در نوجوانی که من دیدم منو تحت تاثیر قرار داد که احساس کنم که این فیلم باعث شد که من به سینمای واقع‌گرا علاقه من بشم، به این نوع شخصیت پردازی علاقه من بشم. خیلی دوستام و حتی در فیلم قهرمان یه ادای احترامی کردم و چند جای فیلم یک مردی با دو چرخه رد میشه و این دو چرخه رو میبینی. این یه چیزیه که فقط خودم متوجه میشم عاشقشم و به نظرم یکم بهترین عاشقانه های دنیاست فیلم جاده فلینیه. داستان جلسومینا، خود همسر فلینی بازی میکنه و زامپانو که آنتونی کوین بازی میکنه. این یکی از عاشقانه ترین فیلم های تاریخ سینماست. جایی که من دیدم کنار دریاست و معرفی یه دختر فقیر، یه خانواده فقیره که به یه مرد دورگردی سپرده میشه برای کار و کم کم یه رابطه عاطفی از جسمینا. رابطه عاطفی از این مرد خشنی که اصلا باورمون نمیشه هیچ احساساتی داشته باشه نسبت به این دختر شروع میشه و خیلی داستان عجیبی داره و خیلی لایه‌های مختلفی داره مثل کارهای دیگه فلینی. و از فیلم‌هایی که من خیلی دوست دارم این فیلم راشومونه. جنس روایتی که من توی فیلمام دارم، این فیلم خیلی تاثیر گذاشته. راشومون در واقع جزء اولین فیلم هاییه که یک داستان رو از چند زاویه روایت میکنه. بعدها خیلی تو سینما این تکرار شد. من بعدها به طور ناخودآگاه توی قصه هام این چنین چیزی وجود داره، یعنی یه اتفاقی میفته و این در نقل قول از اون اتفاق و بازگویی اون اتفاق هی ما روایت های جدیدی میشنویم و این باعث شده که هی دنبال این باشیم که حقیقت چی بود، چه اتفاقی واقعا افتاده بود. خیلی فیلم در دوره خودش که خیلی موفق بود تو سینمای ژاپن، یه فیلمسازه خوبی در اون دوره داره، یاسوجی روزا هم داره که چیز رو این داستان توکیو. این الان از این فیلم من رابطه این زوج سالخورده رو با عروسشون یادم میاد، از کلیت فیلم. دیتیل های فیلم دیگه یادم نمیاد ولی میدونم که یه شخصیتی در این فیلم هست به نام عروس این خانواده که یکی از مهربون ترین کاراکترهایی که تو دنیای سینما من دیدم. فوق العاده اینو دوست دارم و خیلی ساده برگزار شده. دوربین عضو، دوربین ثابتیه، یه قابای بازی داره که آدما تو این قاب حرکت میکنن. یکی از ژاپنی ترین فیلمایی که وجود داره به نظرم. خیلی زیباست، خیلی فیلم قشنگه. خب این فیلم
هموطن من، فیلمساز بزرگ هموطن من، خانه دوست کجاست، که نه تنها با این فیلم، با همه فیلمایی که آقای کیارستمی کار کرد در ایران، یه پیشنهاد جدیدی به سینمای ایران و به سینمای دنیا داد. سینمایی که ظاهرش خیلی ساده است ولی دستیافتن بهش خیلی ساده نیست، یعنی یه رسیدن به یه مرحله ای میخواد که بشه چنین داستانهایی روایت کرد. من این فیلم رو خیلی دوست دارم، فیلمای دیگه آکرسم خیلی دوست دارم، از جمله فیلم کلوزآپ رو خیلی دوست دارم، فیلم 24 فریم رو خیلی دوست دارم. جالب، فیلم 24 فریم رو من با خودش وقتی که روی تخت تو خونش روی تخت خوابیده بود چند هفته قبل از فوتش با هم روی لپتاپ دیدیم و خیلی برام فیلم زیبایی. تعداد زیادی کارگردان زن داریم که خیلی هاشون هم کارگردان های از آقایون گاهی خیلی بهترن. Got a date with Fiona on Friday night from England. Well, fuck me. I'm an asshole. I apologize, man. ایرانی داریم، خانم رخشان من اعتماد که فیلم‌های اجتماعی ساخته و خیلی فیلم‌هاش رو من دوست دارم. چندین دهه پیش، پیش از انقلاب هم که سینما در ایران کاملا مردونه بوده، کارگردان زن داشتیم، که زنی که فیلم ساخته. مشکل اینه که بیرون از ایران راجع به فیلم‌های خوب پیش از انقلاب کمتر اطلاعات وجود داره و کمتر راجعش رو صحبت شده. اون دوره ما فیلمسازای زن داشتیم، الان هم خوشبختانه فیلمسازای زن زیاد داریم. De notre point de vue en France, le cinéma iranien, il est très prolifique, il est très récompensé, enfin, c'est un cinéma qui est très populaire, et j'aurais aimé avoir votre analyse, comment un pays qui subit aussi de la censure peut arriver à faire autant de films, autant de bons films qui sont montrés dans plein de festivals internationaux. فردی میبینم اینا، این رو حاصل شرایط اجتماعی نمیبینم، چون اگه به شرایط اجتماعی نگاه کنیم باید برعکس این باشه و بلند پروازی که در این فیلمسازها وجود داره. بعدم فراموش نکنیم که به هر حال درست امروز شرایط اینجوریه اونجا، ولی راجع به یک کشوری داریم صحبت میکنیم که یه تاریخ و فرهنگ خیلی غنی پشتشه. اونا همه تأثیر گذاشتن، توی خون آرتیستای اونجا هست و هر حال اون ادبیات، اون تاریخ و یه جوری اینو کمکشون میکنه. اینی بیشتر بود، ولی هنوز هم نسل جوون، چه خانم ها چه فیلمسازای مرد، مشغول کارن و من خیلی خوشبینم به اینکه دوباره سینما ایران در چند سال آینده یه اوج، اینجا بخش سینمای امریکاست و فیلمای مثلا فیلمای اسپیلبرگ. دانشگاهیش بوده، بعد از دانشگاه ساخته، ولی جزو فیلم‌های خیلی لو باجت جنگ دو تا ماشینه، یه ماشین خیلی بزرگه و یه ماشین خیلی کوچک توی جاده. اون ماشین بزرگ رو ما رانندش رو نمی‌بینیم و تمام فیلم تعلیق اینه که اون ماشین بزرگ ماشین کوچیکو از بین نبره. اسم فیلم از دوئل، جزو بهترین فیلم‌های اکشنیه که وجود داره. نجات سرباز رایانش به نظر کارگردانی من از همه یکی از بهترین کارگردانی‌های تاریخ سینماست و به معنای واقعی جنگ رو آدم احساس می‌کنه، که اون دقایق اولیه فیلم که حیرت انگیزه، یعنی هر کارگردانی در دنیا وقتی اون صحنه رو می‌بینه یه چند دقیقه با خودش میگه که چگونه چنین کاری رو تونسته بکنه. فوق‌العاده است اون فیلم. اینجا اسکورسیزیه به نظرم باز یکی از فیلمسازایی در دنیا که همه امروز در واقع سینمای دنیا خیلی بهش بدهکاره، اسکورسیزیه. اما چیزی که تو این فیلم خیلی بر من جالبه، این سیر زندگی این آدمه که به اوج رسیدن و بعد در واقع فرو افتادن در یک زندگی کسالتباره که فقط گذران زندگی و مصرف کردنه. فکر نمی کنم کسی در
دنیای سینما باشه که گادفادر رو در واقع دوست نداشته باشه. این برای همه ماها مثل یه خاطره است. واقعا بعضی از فیلم‌ها هستن که تاریخ سینما رو عوض کردن، مثل گادفادر که به نظرم هر سه خوبه، ولی این گادفادر اولی آدم یه نوستالژی نسبت بهش داره که خیلی فیلم عجیبه. اما چیزی که توی این فیلم باز یاد من میاد و خیلی دوست دارم، صحنه مرگ پدرخوانده است. یه پدرخوانده ای که این همه قدرت داره و این همه هم آدم های اطرافش ازش حساب میبرن، به سادگی میمیره. اگه یادتون باشه با نوش داره بازی میکنه و بعد یه پوسته سیب رو میذاره توی دهنش، شکل دندون میکنه و یهو دندوناش رو به نوش نشون میده، اون میترسه و خودش شروع میکنه خندیدن و توی این خندیدن یهو سکته میکنه و میمیره. که من شنیدم توی خاطراتی که از این فیلم هست، شنیدم که اون صحنه رو اصلا نگاتیو کم اومده بوده، تهیه کننده کمک نمی‌کرده و اونو مثل اینکه با سه تا دوربین می‌ذارن و در یه تیک می‌گیرن و پیشنهاد شنیدم، مطمئن نیستم، پیشنهاد مارلون براندو بوده اون صحنه. این یکی از عاشقانه ترین فیلم‌های تاریخ سینماست. Get the distinct feeling that I'm lost. Are you supposed to be in Iowa? Yeah. Well then, you're not that lost. و کلینت ایستوود و مریل استریپ داستان یه رابطه عاشقانه غیر اخلاقیه، ولی وقتی شما میبینین اصلا احساس غیر اخلاقی بودن ندارید. یعنی یک زنی که شوهر داره، رابطه خوبی با شوهرش نداره، و یه مردی که میگذره از محیط زندگی اون عاشق این میشه و در مدتی که شوهر این زن نیست، این دو یه رابطه عاشقانه با هم دارن. بازی مریل استریپ و ایستوود در این فیلم درجه که یکی از بهترین بازی‌های مریل استریپ در این فیلم و من فکر کنم یکی از عاشقانه ترین فیلم‌های تاریخ سینماست. این فیلم من دوست داشتم. این فیلم من طاهر رحیم رو از روی این فیلم انتخاب کردم. فیلم فکر کنم اولین فیلمی بود که طاهر بازی می‌کرد. Son belle tes pompes me plaît. Il y a moyen de les avoir. Je te ramène de la tête, ça va te dépanner. Quoi, tu vas enculer. Comment ça خیلی فیلم خوبیه. راجب زندان و فضای زندان فیلم زیاد ساخته شده، ولی یکی از باورپذیرتریناش این فیلم بود. یه نکته خیلی جالب بگم، این فیلم خیلی صداگذاری خوبی هم داره. نمیدونم در فرانسه راجبش گفته شده، این فیلم صداگذاری خیلی عجیبی داره. فیلم به هر حال همه دنیا به نظرم این فیلم رو دیگه میشناسن و دوست دارن. از این نظر برای من این فیلم مهمه که یه مثل اون دوره سینما ایتالیا که دوربین اومد از چیزا بیرون، اومد تو خیابون و آدم های واقعی و چهره های ناشناخته و اولین بار در واقع آدم های معمولی شدن هنرپیشه، خب این تو این فیلم اتفاق افتاد و رابطه این بچه با پدرش و خانوادش یادم میاد از این فیلم. واقع گرایی این فیلم خیلی هنوز یادم مونده و اون صحنه آخرش فوق‌العاده است. یعنی هنوز هم یکی از بهترین پایان هاست. زندگی دوگانه ورونیکا. جالب یه خاطری براتون بگم، من عاشق کارهای کیشلوفسکی هم و طراح صحنه هم تو فیلم گذشته یه کسی بود که با کیشلوفسکی کار کرده بود، فیلم آبی قرمز رو کار کرده بود و یه روز بهش گفتم که من خیلی کارهای کیشلوفسکی رو دوست دارم و بعد برای تولد من یه کادو آورد، اون لوستر آبی که توی فیلم آبی هست و اول فیلم میبینیم اون لوس رو. این زندگی دوگانه ورونیکا خیلی هم به لحاظ اجرا به نظرم اون رابطه عاشقانه که توش وجود داره خیلی زیباست، یه موسیقی خیلی عجیبی داره موسیقی
حتی اگر شما باور نداشته باشید به زندگی غیر از چیزی که داریم اطرافمون میبینیم، به ماورا اعتقاد نداشته باشید، وقتی این فیلم رو میبینید انگار یه باوری به شما منتقل میکنه. کیشوفسکی به هر حال یه آدم مؤمنی بوده و تو همه فیلماش میشه این که شما هر کاری بکنید به شما بر میگرده و نتیجهش رو میبینید در این دنیا، در همه فیلماش هست. من فیلم بین اون سگانم قرمز رو خیلی دوست دارم و یه سریالی هم ساخته که قصه کوتاهی درباره کشتن، قصه کوتاهی درباره عشق، اونم فوق‌العاده است به نظرم. اونم فوق‌العاده است، خیلی دوستم. مثلا این بین کاراش ولی این زندگی دوگانه برای من یه حس عجیبی داره. خود گاوراس خیلی دوستم، یکی از در واقع فیلمسازای اون موقع میگفتن سیاسی در کشور من در یه دوره خیلی تحت تاثیر سینمای گاوراس بودن، مثلا بعد از انقلاب. نمیدونم الان اگه دوباره فیلمای گاوراس رو ببینم نمیدونم چه حسی دارم.